با درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس، عسل پهلوان هستم و دقایق رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار. بینندگان عزیز، با مجله فردوسی امروز برنامه رو آغاز میکنم. مجله فردوسی امروز به شماره 669 خودش رسیده که تیتر این هفته جنگ با دلارهای اهدایی رژیم تهران رو تیتر صفحه این هفته مجله فردوسی امروز هستش، با مقالات بسیار خواندنی از بزرگان مطبوعات ایران، آقای عباس پهلوان، آقای علیرضا میبودی، آقای سعید نقیب‌زاده ناینی، آقای هادی خورسندی، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، خانم هنگامه افشار، خانم دکتر مرجان نقوی، آقای اردوان مفید، آقای داریوش باقری، آقای یاسر فلاح احمدی و همینطور در این هفته از مجید محمدی مقاله است، با تشکر از آقای مرداد آوا که همیشه حامی مجله فردوسی امروز بوده، مطلبی از آقای فرهاد یزدی، اعتصابات و زندانیان را از یاد نبریم و همینطور صفحه چهره ها به نوشته سهراب پهلوان در این هفته به چاپ رسیده که امیدوارم که شما عزیزان ما رو در این راه حمایت کنید. به کمک تک تک شما نیازمندیم. مجله فردوسی رو میتونید اگر در ایران هستید به من ایمیل بزنید که به صورت رایگان براتون بفرستم، اگر در اروپا و آمریکا هستید با مشترک شدن و اشتراک گرفتن فردوسی میتونید در این راهی که بسیار راه نسبتاً سختی هم هست ما رو یاری برسونید با این مسئله اکانومی و مسئله اقتصادی که در همه جا هست. ما رو هم در ساعت مشکلات خودمون رو داریم، امیدوارم که به ما در این راه یاری برسونید. صحبت یاری رسوندن کردم، بگذارید بار دیگر به عزیزانی که دوست دارن کمک کنند به زندانیان سیاسی این دو کتاب آقای تبرزدی رو به همت دوستان و یاران این کتاب به چاپ رسیده و امیدوارم که شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید این کتاب رو سفارش بدید و میتونید به من ایمیل بکنید یا میتونید به تماره تلفنی که روی صفحه گذاشته شده 818-584-4767 تماس بگیرید، مجله رو ارده بدید یا به من ایمیل بزنید. به عسل پهلوان، این کتاب رو انتشارات فردوسی چاپ کرده، مجله فردوسی امروز. امیدوارم که در این راه ما رو یاری برسونید و این کتاب کاملا همه خریداران که میخرن کاملا به دست خود خانواده آقای تبرزدی خواهد رسید و ما فقط اینجا کمک میکنیم به زندانیان سیاسی و زندانیانی که احتیاج به کمک واقعا دارن، که از جمله آقای تبرزدی است که حکم بسیار سنگینی رو هم داره. آرمیتا را فراموش نکنیم. آرمیتا در خیابان‌های ایران با گذاشتن عکسی از او یاد او را گرامی داشتن. همینطور در اصفهان، عزیزان در اصفهان با پخش تراک‌هایی که توسط جوانان و فعالین در اصفهان برای گرامی داشته آرمیتا پخش کردند. درود می‌فرستم به هموطنان ما در اصفهان و اینکه نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. میبریم و بیچک و چونه از همون جایی که شکستیم، میزنیم دوباره جوونه. برم بر میگرده میبینی کی مرده، ته بازی کی با خودش چند چنده. میاد روزی که امسال و این قدر دیگه بر نگرده، حالم خوب شه، قول میدم شهر رو شیرینی میدم، تو هر کوچه جای اونایی که نیستن گل میذارم. بازم میشه دو
بشین بگیم یه سکانسی از یک فیلم فارسی رو دیدم که خیلی درد مادران داغدار امروز ماست، مادرانی که فرزندشون رو از دست دادن، همچون مادر آرمیتا، همچون مادر مهسا، همچون مادر ندا، مادر پویا، مادر امیر جوادی، مادرشون که فوت کرده البته، کیانوش، مادر سارینا، مادر نیکا و خیلی از مادران دیگر. این سکانس فیلمی که امروز درد مادران ما هست رو دوست داشتم با هم نگاه کنیم و درودی میفرستم به مادران داغدار ایران زمینم. دقت کن آقای قاضی، یه دختر بچه تو این شرایط بلای سرش نیاد که خود شما بعدن بگی مادری نکردی براش. بهترین مهد، بهترین دبستان، بهترین دبیرستان، نخوردم شد کتاباش، نپوشیدم شد آزموناش، مثل آب تو سینی ازش مراقبت کردم که یه روز روپای خودش وایسه. اون وقت یه روز که از قضا روز تولدشه بره جنازش بیاد، شما به من میگی بگذرم. واقعا که خیلی از عزیزان در روز تولدشون به دست دشخیمان رژیم جمهوری اسلامی کشته شدن. یکی از عزیزانی که امروز تولدشه، یعنی در واقع 9 آبان تولدشه، جواد حیدری است. قبل از اینکه به جواد حیدری بپردازم و در مورد او بگویم، تولد شاهزاده رضا پهلوی رو بهشون تبریک میگویم، سلامتی رو براشون آرزو میکنم. من همیشه گفتم من وکالت میدهم. درود به شاهزاده رضا پهلوی و آرزوی سلامتی و پیشرفت و به امید آزادی ایران. بپردازم به جواد حیدری. جواد حیدری متولد 9 آبان ماه 1361 بود. او در شهریور 31 شهریور 1401 به دست دشخیمان رژیم جمهوری اسلامی کشته شد در نزدیکی پارک ملت قزوین در خیابان حکم‌آباد، مورد اصابت گلوله قرار گرفت. جواد حیدری دانش آموخته رشته مهندسی کشاورزی بود. خواهر او خانم فاطمه حیدری در روز تشییع جنازه او میگوید بچه های مردم رو تو خیابون کشتند. داداشم ساکت ننشست. صدای داداشم باشید. خواهر او امروز با انتشار این فیلم یاد برادرش رو گرامی داشت و نوشت جان من تولدت مبارک. امروز دیگر او نمیتواند این چنین بخندد. برادری که به ناحق کشته میشه و بعد از 24 ساعت از جسد او رو تحویل خانوادش میدن. بریم بر سر مزار او و تولدی که بر سر مزار او برای او گرفتند.
امروز تولد محمد مهدی کرمی است. او متولد آبان 1380 بود و در 17 دی ماه 1401 به دست دشخیمان رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. جوانی که همگی او رو به یاد داریم. چه ناحق کشتنش. امروز پدر او در زندان در سلول انفرادی است. تولدش مبارک. گرهش کنید ناموسم بزن اینجوری سوخ ندیم آجی اینجور فراد خوش نمیدیم بیایید یه حرکتی چیزی پیدا به جای من یه قاصدک یه روز میاد تو خونتون تو قدرشو بدون اگه نبود کسی به یاد من تو شعرمو بخون محمد مهدی کرمی 22 سال داشت. او اصالتاً اهل بیجار بود و در استان کردستان و خانوادهش مهاجرت کرده بودند به شهرستان نظرآباد. او ورزشکار بود و در رشته کاراته فعالیت حرفه‌ای داشت. او بیش از 10 عنوان قهرمانی کشور رو و استانی رو داشت. او کارگر بود. همگی ما با این جمله او آشنا هستیم. به مامان چیزی نگو. امروز به مناسبت تولد او بر خیابان‌ها می‌نویسند به مامان چیزی نگو. محمد مهدی کرمی 22 ساله که در تیم‌های ملی کاراته ایران دعوت شده بود و او همیشه می‌گفت نان حلال در میارم و به خانواده کمک میکنم. محمد مهدی کرمی به خاطر 15 نفر رو در واقع گرفتن به خاطر یک بسیجی که گفتن اینو کشتن که درست نبود ولی او رو اعدام کردن و دیگر جوانان ما در خطر اعدام هستند. به یاد او کشتی پدر و پسری رو ببینیم. پسری که امروز نیست، پدری که امروز زندانه، از مقاومت میگوید، پدر میخواهد به او یاد بدهد که چجوری مقاومت کند. نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. بله همینطور فاطمه هیدری تولد محمد مهدی کرمی رو تبریک گفته و گفته فرزند ایران تولدت مبارک. به راستی که آبان ماهیست پر از درد و شادی. جوانانی که به دنیا آمدن در این ماه و جوانانی که در این ماه به دست دشخیمان کشته شدن. بینندگان عزیز میدونید یک لایحه‌ای رو در مورد حجاب گذروندن، در مورد اینکه حجاب اجباری و یا اینکه چه باید پولی بدن اگر پوشش بدی داشته باشن، در مورد مردم صدق میکنه. و نکته ای که در این ویدیویی که الان خواهید دید باید بگم اینه که میگویند اگر شما پول بگیرید برای اینکه بعد حجابی بکنید مجازاتتون بیشتره. نگاه کنید و در این مورد بعدش باهاتون صحبت دارم.
درصد همشون خانومن یا آقایون هم شامل نه آقایون هم توی این لایحه چیز شده رفت. جریمه آقایون چیه؟ آقایون دقیقا همون جریمه است. همون جریمه که برای خانوم ها در نظر گرفته شده برای آقایون هم. آقایونی که بدپوششی میکنن. بدپوششی تو آقایون چیه؟ مثلا شلوارک یا تیشرت های تنگ مثلا بدن نما اینا و تو آقایون هم جرم انگاری شده. جزئیاتش نوشته با جزئیات نوشته شده. همون 5 میلیون همون نه 5 میلیون برای اون چیز است. اون 5 میلیون آقای دکتر رفته رو مخم خیلی نه نه 5 میلیون خیلی شما جریمه شهروندان کشف اجاب کننده 6 میلیونه. تازه اولش با تذکره اینجوریه. شما اصلا نگران 5 میلیون هم 5 میلیون برای کسی که پول گرفته اومده تو خیابون کشف اجاب فقط مشکل ما این مشکل حجاب در ایران، هیچ مشکل دیگه ای نداریم. و اینکه حالا اگر پسرا تیشرت تنگ بپوشن یا شلوارک بپوشن باید بین 6 تا 50 میلیون جریمه بدن، یا اگرم پولی از کسی بگیرن که بی حجاب بشه باید پول بیشتری بدن. در صورت این مجازاتی است که اینها تعیین کردن. و تمام این مشکلات ما در ایران همه رو به کنار بگذارید، فقط مشکل ما اینجاست. و نگاه کنید که علم الهدى چی میگه. نگاه کنید چی داده که ما در زندگی اجتماعی خودمون داریم که در رأس مسائل برای ما مسئله حجاب هست و مسائل دیگری در مسائل اقتصادی. اما مقام معظم رهبری فرمودن امروز مسئله اول اسلام فلسطین است. مسئله جریان یه منطقه جغرافیایی کره زمین نیست. فلسطین با اسرائیل جنگ داره، فلسطینیا با اسرائیل جنگ هم داره سرکوب میکنه. خب در یه نقطه در یه منطقه جغرافیایی کره زمینه، به ما مربوط نیست. نخیر عزیز من، این جنگ جنگ بین اسلام و کفره. ما مسلمانیم، ما طرف جنگیم، ما قوم طرف مقابله با اسرائیل هستیم. بله، میبینید که علم الهدى در مورد حجاب و اینکه در ایران ما فقط مسئله فلسطینه. فلسطینی که همونطور که رو جلد مجله فردوسی براتون گفتم پولای مردم ما رو دادن به دارن به حماس و حزب الله لبنان. همونطور که در برنامه‌های پیشم من گفتم، حتی نشون دادم ویدیوی خامنه ای رو که میگه ما پول میدیم، ما پول دادیم، کمک کردیم، بازم کمک میکنیم. به جایی که به بچه‌های ایران برسید، به مشکلات مردم ایران برسید، فقط تنها چیزی که اینا براشون مهمه کمک کردن به لبنان، حزب الله لبنان، کمک کردن به فلسطینیات. خود حماس به فکر مردمش نبوده. اگه به فکر مردمش بود نمیمد اول بزنه این همه جوان و اون به اون کنسرت حمله کنه، این همه اسیر بگیره، این همه بکشه. میدونستی که اگر همچی کاری بکنی حمله میکنن به مردمت. حماس اصلا براش مهم نیست فلسطینیا، اصلا براش مهم، اهمیت نداره جون یه دونه فلسطینی، یه دونه هموطناش، یه دونه از همین افرادی که تو غزه زندگی، اصلا براش مهم نبود. مردم فلسطین باید بتونه که حماس دشمن خودشون هم هست و جمهوری اسلامی با کمک کردن به حماس، به جای که حماس تازه این پولایی هم که از میگیره، اگر حماس به فکر مردمش بود اینقدر مردمش تو غزه بدبخت و بیچاره نبودن. این همه پول کمکشون کرده، اون وقت تونلایی ساختن و بساطی واسه خودشون ساختن و اسلحه خریدن. به جای که اسلحه بخری به من بچه های خودت میرسیدی. برای همینه که فلسطینیان باید بدونن که حماس به فکرشون نیست. اون وقت میبینی تو لندن دارن خودشون رو میکشن برای فلسطینیا، برای حماس و اینا. و چه درست آقای ترامپ اشاره میکنه، البته بیشتر از کاندیدای انتخاباتی، کاندیدای رئیس جمهوری آینده گفتن که هر کی از حماس حمایت کنه از در دانشگاه اخراج میشه و باید اخراج بشه. این طرز فکر تروریستی باید از بین بره.
اینکه باید به مردم فلسطین و به افراد بگن که این حماس و این حزب الله چه ماهیتی دارند و دشمن اصلی خود فلسطین حماسه. این با این پولی که اینها داشتن، این امکاناتی که داشتن، فیلماش هست که درست کردن، به فکر مردمشون نیستن. جمهوری اسلامی هم که فقط فکر این که به چجوری به کمک کنه به تروریستا و چجوری یاری برسونه. هنوز بازم دولت های خارجی نمیخوان اصل ماجرا جمهوری اسلامیه. اگر این پول کات بشه، این پولی که حق مردم ایرانه، مردم ایرانی که میتونستن کشورشونو به مراتب بیشتر، شما هنوز که هنوزه شد دارین از دوران پهلوی استفاده میکنید، دانشگاه ها، مدارس، اون چیزایی که پهلوی ساخته، به جایی که این پولو صرف مردمتون کنید، صرف حزب الله و تروریست و سوریه و مدرسه ساختی تو لبنان و بیمارستان ساختی تو لبنان، و وقت مدارس ما اینجوری فرسوده و هنوز که هنوزه شما یه دختر جوانی که به نام سپیده رشنو، شما یادتونه گرفتنش، یه نویسنده، یه روزنامه نگار بوده که مخالف حجاب اجباری بوده، عکسش الان میبینید، اینو به عنوان تشویق به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام متهم کردن، 6 ماه حبس، 10 میلیون جزای نقدی. آخه آدم که نیستید، حیوانم نیستید شما جمهوری اسلامی، که یک دختر جوان رو 10 میلیون، یه روزنامه نگار، من از خانواده مطبوعات میام، واقعا شرایط نداره، میبینید که 10 میلیون. این جمهوری اسلامی باید بره، نه به جمهوری اسلامی. و امروز در هر کجای دنیا که هستیم باید بگیم که رژیم جمهوری اسلامی، رژیمی که ما امروز آب نداریم، یه تیکه این تیکر آبو ببینیم و بعد برنامه رو تموم کنیم. این تیکر رو با هم نگاه کنید. روزی 46000 لیتر آب مملکت داره هدر میره، اونم به خاطر تلاش کوچیک از سمت دسول به سمت دهلوران داریم حرکت. به جایی که به موهای مردم گیر بدید، به مملکت برسید. با تشکر از آقای امیر شورتی عزیز در اتاق فرمان و شما بینندگان که نشستید، این دقایق رو با من و همراه من بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار، یادتون باشه قدر همدیگر رو بدونید.